بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو می خواهیم که بالای عملی جمع و تفریق وکتورها صحبت کنیم. عملی جمع و تفریق وکتورها. عملی جمع و تفریق وکتورها که است ای دو میتود یا دو طریقه داره. یکیش که است طریقه گرافیکی است و دیگهش که است طریقه تحلیلی. طریقه گرافیکی از ایره در ویدیو میخوانیم و طریقه تحلیلیش در ویدیوهای بعدی. خود طریقه گرافیکی که است یا به دو بخش تقسیم میشه، یکیش هم میگن طریقه مثلث و دیگه طریقه متوازی الاضلاع. در این ویدیو که هستم هم طریقه مثلث و هم طریقه متوازی الاضلاع را کار میکنم. فرض کنید یک مثال داریم، وکتور A و وکتور B. میخواهیم که A جمع B را پیدا کنیم. مساوی به چی میشه؟ اول طریقه چی کار میکنیم؟ طریقه متوازی الاضلاع کار میکنیم. یک خط کش میگیریم، موازی با وکتور A رسم میکنیم. در اینجا وکتور A ماست وقتی که وکتور A رسم کردیم. بعدا چی میکنیم؟ موازی با وکتور B. وقتی وکتور A را ما رسم کردیم، مال چی میکنیم؟ موازی با وکتور B از مبدا وکتور A رسم میکنیم. ای وکتور چی ما شد؟ ای وکتور B ما شد. بعد از یک وکتور B رسم کردیم، حالا از منجام وکتور A موازی با وکتور B رسم میکنیم. و همچنان از انجام وکتور B موازی با وکتور A رسم میکنیم. شما در اینجا که میبینید یک نقطه تقاطع کرده، این تقاطع را با تقاطعی که مبدا وکتور است وصل میکنیم. این وصل میکنیم مبدای دو وکتور با انجام های دو وکتور. این شد یک وکتور آر ما. مسئله از این وکتور که است مساوی به آر میشه. این شد مسئله وکتور، یعنی A جمع B مساوی میشه به وکتور آر. دوباره براتون تشریح میکنم، ما دو وکتور داریم، وکتور A و وکتور B. میخواهیم که A جمع B رو پیدا کنیم. به طریقه چی؟ به طریقه متوازی الاضلاع. اول چی میکنیم؟ اول وکتور A را میگیریم، اینجا انتقال میتیم، این میشه وکتور A. و بعدا میگیریم وکتور B را از مبدا وکتور A موازی با وکتور B رسم میکنیم که میشه این خط زرد که میبینید وکتور B میشه. و بعد از او از انجام وکتور A موازی با وکتور B رسم میکنیم. مثلا جام وکتور A موازی با وکتور B، این خط زده میبینین موازی با وکتور چیز B رسم میکنیم. و بعد از انجام وکتور B موازی با وکتور A خط سبز که میبینین این موازی با وکتور A است. این طور که ادامه میدیم این دو خط در نقطه خط میکنه که میشه انجام دو وکتور. مبدای دو وکتور که اینجا تقاطع کرده وصل میکنیم با انجام دو وکتور و جهتشون از مبدا به جهت چی میشه؟ به جهت انجام میشه و این میشه مسئله وکتور آر ما. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتون نره.